Bəli, usta. Nəmərov. Bəli, yerləşin, sən də haqqını. Dəqiqən, xodam sizə. Axirin səhvəyi ki, qoftin, səhvəyi 51 büdü. Xod. Nəzələri məlumdur ki. سال 16 هم فرمودید که راه تستی داره و بعدا بهتون میگم. یعنی که من یادم نمیاد. خب 17 رو حل کردم. سال 17 رو نه استاد حل نکرد. حداقل چند رو سرس کنیم تا تبدیل به یک تا بشه. بعد فکر کنم دیگه واضحه دیگه. یعنی شما منفی رادیکال دو که داری، بعد یه دونه شو حذف کنی، صفر یه دونه داریم، منفی یک دوم یه دونه داریم، یک دو تا داریم، بعد حذف کنیم. پس چند تا عضو باید حذف بشه؟ دو عضو حداقل حذف بشه که ما تابع بشیم. میری سراغ سوال 18. میگه آر رابطه ای باشه که به هر عدد طبیعی از مجموعه این مقسوم علیه های طبیعی اون نسبت میده. از هر عدد طبیعی مقسوم علیه های طبیعیش نسبت میده. یعنی 5 و 1 5 و 5 6 و 1 6 و 2 6 و 3 6 و 6 7 و 7 8 و 1 8 و 2 8 و 4 8 و 8 حالا درست شد، همه مقسوم علیه‌هاشو نوشتید. شما 5 و 5 بعد اینو حذف بکنید. یه لحظه بذار همشون رو بذار. 5 و 5 رو بعد حذف کنیم. 6 و 2 6 و 3 6 و 4 رو حذف کنیم. 7 و 7 حذف شه. 8 و 2 8 و 8 8 و 4 حذف شه. گفته چند تا رو حذف کنیم تا به تابع برسیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 رو باید حذف کنیم تا به یه تابع برسیم. بله بله استاد، سال 13 هم مونده بود از جلسه قبل. اگر زوج مرتبه با هم برابر که خیلی آسونه دیگه. اگه میخوان زوج مرتبهشون با هم دیگه برابر باشن، دیگه کدوم زوج مرتبه میتونه مثلا برای آبی برابر باشه؟ شما میگه میگی آقا آی به علاوه دو بی که بخوایم در نظر بگیریم، آی عدد مثبته. ببین خودش گفته آ مثبته، پس آی به علاوه دو بی به توان دو که نمیتونه منفی باشه، باید برابر با 3 باشه. این از پس حتما آ تقسیم بر بی هم باید منفی 1 باشه. از اینجا آ میشه منفی بی، پس بالا جای آ میذارم چی؟ منفی بی. میگیرم ستاره، اینجا از ستاره استفاده میکنم. منفی بی، این هم 2 بی 2 برابر با چند؟ برابر با 3. حالا همه رو میبرم یه طرف، 2 بی 2 منهای بی منهای 3 برابر با 3. جمع اولی و آخری میشه وسطی، پس یا بی ما برابر با منفی 1 یا بی ما برابر با چقدر؟ منفی سی آ که میشه 3. خب اگر بی رو بگیریم خود 3/2، آ منفی میشه چون آ با منفی بی برابره که این نمیتونه درست باشه. پس بی باید خودش منفی 1 باشه که آم در نتیجه چی بشه؟ بشه مثبت 1. حالا وقتش ببری تو گزینه‌ها جایگذاری کنی ببینی کدوم مساوی میشه. مثلا شما میری نمیدونم یه گزینه مثلا 2 ببینیم تساوی برقرار هست یا نیست. جای آ میذارم 1، جای بی میذارم منفی 1، میشه منفی 1 به علاوه 1 میشه 0 و منفی 1، اینم 0 و منفی 1، دقیقا تساوی برقرار، پس همین جواب. ولی مثلا گزینه 1 نگاه کن، شما جای گذاری کنی میشه آ منهای منفی 1 میشه 2، اینجا هم میشه 1 به علاوه 1 میشه 2. خب 2 2 و 2 1 مساوی نیست که، ببین این رد. گرفتی چی میگم؟ تو دوتای دیگه هم جای گذاری کنید رد. بله تو متوجه کنم. فقط یه سوال، اون 3/2 اومدیم جایگذاری کردیم که 1 به دست اومد؟ نه خیر، من میگم شما بی رو اگر 3/2 در نظر بگیری توی این معادله، آ میشه منفی 3/2، آ میگه مثبته، نمیشه آ منفی باشه، پس آ نمیتونه منفی باشه، پس بی هم نمیتواند 3/2 باشه. اوکی اوکی متوجه شد.
شما ریشه‌ای که به دست آوردم بر اساس دکارت به دست آوردم. این معادله درجه دو رو من با دکارت حل کردم. جمع دو و منفی سه میشه منفی یک، اولی و آخری میشه وسطی، یکی از ریشه ها منفی یک، یکی از ریشه ها منفی سی. 19 میگه رابطه فلانی تابع از حاصل آی به علاوه بی کدوم. خب این رابطه اگه برابر با تابع هستش، رادیکال 3 شده 7، رادیکال 3 شده آ2 به علاوه آدو برابر کی برابر با 7، آ2 برابر با 4، آ وسط اگر آرد مثبت دو به یه مشکلی برمیخوریم. چه مشکلی ها مولایی؟ میگم اگر بیا اینا رو بنویسی، اینو نگاه کن، فقط زوم کن رو این دوتا نارنجی ها، میشه دو و یک، دو و دو تابه میشه؟ نه دیگه تابه نیست، پس این غیر قابل قبوله. حالا آ رو منفی دو بذارم، منفی دو بذارم میشه رادیکال سه و هفت، میشه منفی دو و بی، میشه رادیکال سه و هفت، دوباره جای آ منفی دو بذاری، بعدی منفی دو و یک، و بعدی هم دو و دو. این میتونه تابع باشه. به چه شرطی؟ به شرط این منفی دو بی، منفی دو بی، بی دقیقا عدد یک باشه، پس بی باید یک باشه، آ باید منفی دو باشه. جمعشون چند میشه؟ جمعشون میشه منفی یک. ببین دیگه بیشتر سوال هوشه، یعنی شما جایگذاری به دست میاری، آ رو جایگذاری میکنی، ذره دیگه ظرافت میخواد، یه ذره به نظر من سرعت عمل. بریم سراغ سوال 20. میگه رابطه فلانی به ازای آر بجز آ یه تاب است، یعنی به جای ام هر عددی بذاری تابه میشه، فقط به جز اون مجموعه آ. بریم ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. من میگم الان برای حل کردن این سوالی که شما داریم اممون، باید یه سری عددها رو بعد ازش حذف کنیم دیگه از ام، درست میگم؟ بله. به نظر شما ام چیا میتونه باشه چیا نمیتونه باشه؟ برای این چی کار بکنیم؟ بله اینو کسی حل کرده اصلا؟ خب من خودم اومدم این قسمتی که بعضی چیزا مشترک بود، مثل ام دو منهای یک مشترک بود ولی جاهاشون فرق میکرد، بعد اومدم مثلا ام دو منهای یک رو برابر با ام گرفتم، بعد ام دو منهای یک این قسمت رو برابر است با ام دو گرفتم، بعد ام هم یه عددی در اومد، پنج در اومد، بعد از همشون حذف کردم چون پنج تو گزینه ها داشتم همون رو زدم. نه فرق میکنه استش با اونی که شما داری میگی. کسی از بچه ها حل کرده اینو؟ ناسو پیامی نایمد آقا یه جواب میدی به میمل کردی دینا. بچه ها میگن نه حل نکردی. ببین شما جای ام اعداد مختلفی رو میتونی جایگذاری بکنی، ولی با عدد جایگذاری کردن آیا به جواب میرسی؟ خیلی طولانی میشه جوابم نمیرسه. شما نمیتونی برای 200 عدد جایگذاری بکنی که، درست میگم؟ از به آره بله. خب ببین من میگم ام و حالا اون عددهایی که دم دست هستن مثلا میشه چکشون کرد، موافقی؟ بله. میگه آقا این تابه است، من چیکار میکنم؟ من میگم که آقا اگر این تابه هستش بیایم دو به دو مؤلفه های اول زوج مرتباشو که داریم میبینیم مساوی هم قرار بدیم، یعنی دو به دو مؤلفه های اول زوج مرتباشو مساوی قرار بدیم، حالا تابه بودن رو بررسی میکنیم، ببینیم آیا این مؤلفه‌هاش درست به دست میان یا درست به دست نمیان. من میگم الان ام با منفی یک برابر باشه، اگه ام منفی یک باشه میشه منفی یک و منفی یک، بعدی میشه منفی یک و صفر، منفی یک و منفی دو اصلا تابه میشه این الان؟ این اصلا تابه نمیشه دوتا، پس ام منفی یک باشه تابه نمیشه. میبینی میرم سراغ چی؟ میرم سراغ این که آقا ام دو
منهای یک و مساوی منفی یک قرار بدم، اگه هم دو منهای یک و مساوی با منفی یک قرار بدم، ام برابر به چقدر میشه؟ صفر میشه. اما صفر بذاری ببینیم تابع میشه یا نه. اما صفر بذاری میشه استاد جسارت هم قسمت بالا اما وقتی منفی یک بذاری منفی یک به توان دو میشه مثبت میشه یک صفر. میشه صفر. مرسی. پایین حالا اگه صفر بذاری میشه منفی یک و صفر، بعد این هم که میشه صفر و منفی یک، بعد این هم میشه منفی یک و صفر، بعد این هم میشه صفر و یک. خب ببین دوباره صفر و منفی یک صفر و یک، پس این هم تابع است، پس این هم یه مقدار، تا اینجا دو مقدار. میرم سراغ حالت بعدی. حالت بعدی چیکار میکنم؟ حالت بعدی ام دو منهای یک رو مساوی ام میذارم. قبوله؟ اگه ام دو بله. منهای یک رو مساوی با ام بذاریم از اینجا نتیجه میگیریم ام دو منهای ام منهای یک برابر با چند؟ برابر با سه. باید دلتا بریم که ام ما برابر میشه با یک مثبت و منفی رادیکال پنج، چون دلتا رادیکال پنج تقسیم بر دو. یه همچین چیزی میشه. ببین توی اینجا که شما میای مینویسی ام دو منهای یک مساوی با ام، خب این دوتایی که به دست میان به نظر تو تابع میکنن یا تابع نمیکنن؟ جایگذاریشون کنیم دیگه. یکیش ببین کلا ما چهار تا مؤلفه اول داریم، انتخاب دو از چهار یعنی شش حالت امکان پذیر اینا رو مساوی قرار بدیم. سوال بیشتر جنبه تشریحی داره اگه همچین چیزی به شما بدن. نکتهش نیست، نکتهش رو نظام قدیم، نکتهش به نظام جدید یه کتاب اشاره نکرده اصلا. ولی راش اینه شما تک تک، حالا مثلا میگم باز دوباره باید بری ام دو رو مساوی با ام دو منهای یک بذاری که اصلا اینجا به تناقض میخوری، اینا هیچ موقع مساوی نمیشن. میبینی؟ بعد مثلا باز حالت بعدی باید بری ام دو رو مساوی با ام بذاری. میبینی؟ بله. این حالت ها رو اگه چک بکنی آیی که برای تو در انتها به دست میاد مثبت و منفی یک میشه، صفر میشه، یک مثبت و منفی رادیکال پنج دوم میشه، یعنی به ازای پنج تا عضو میشه. فقط چک کنید بچه، من ایدهش رو گفتم دیگه، باید مساوی بذاری مؤلفه های اول و مقدار هم به دست بیاد، به ازای اون مقدار ببینی تابع هست یا تابع نیست. بله. بله. میدونم خیلی اصلا رایج نیستی هم چیزی به شما بدم. بیشتر بچه چیزی که ما میبینیم سبک 19 یا عرضم به حضور شما مثلا این سبک، این مثلا 13 که غیر قابل قبول داره، اینا مهمه. اصلا من جواب قبلیم هم همون 5 بود ولی راه حلم اشتباه بود، مساوی نذاشته بودی فکر کنم. بریم 21. میگه کدوم یک از نمودارا نمایش یه تابع است؟ خب آقا تابع بخواد باشه بعد خط چی عمودی که میکشی حد اکثر توی نقطه قطع کنه. میگه دو نقطه، اینا هم دو نقطه، اینا هم دو نقطه آ و بی قطع میکنه، پس جواب گزینه چنده؟ گزینه است. اصلا یک از بچه‌ها پرسیده سوال قبلی رو، من قسمت سبز رنگ رو متوجه نشدم. یعنی شما در قسمت سبز رنگ شما میگه چیکار میکنی؟ میگه آقا من گفتم شما اینو مساوی بذار، اگه مساوی بذاری ببین این دوتا اما با هم میرن اینجا به تناقض میرسی، یعنی از این معادله امی به دست نمیاد که تو بخوای چک بکنی، باید مساوی بذاری معادله تشکیل بدی ام به دست بیاری. اوکی؟ میگه چه تعداد از نمودارهای زیر نشان دهنده یک تابع است؟ خب آقا بخوایم بررسی بکنیم این که تابع نیست، بعد اینم که چون روش میفته تابع نیست، بعد الان این ستایی که داریم تابع هستن یعنی نیستن؟ آره دیگه آقا، این که هست این اوکیه، این هم که هست اوکیه، این هم که هست اوکیه، مثل ستایی که مونده برای ما چی هم؟ تابع. اینو میگه با حداقل هست چند نقطه نمودار زیر یه تابع میشه.
استاد ببخشید، یکی از بچه ها پرسیده چرا تو سال قبلی، منظور سال 21 میگه چرا گزینه 1 تابه نشد؟ چون اون قسمت B دو تا نقطه رو قطع میکرد، یکی خود B رو قطع میکرد، یکی هم A رو قطع میکرد. اوکی. حالا اینج یکی دیگه گفته سال 23 فکر کنم شکل 5 تابه نباشه. نه شکل 5 تابه، اسمش هم تابه هموگرافیک سال 11 و 12 باشه. آقا اینجا رو نگاه کن، اینجا قطع بخواهی بکنه دو نقطه، اینجا چند نقطه؟ 3 نقطه. ولی اینجا چند نقطه؟ بی شمار. چرا بی شمار؟ چون اینجا یه خط وجود داره، می‌بینی؟ روش بی شمار نقطه است. میگه پس حذف حداقل چند نقطه نمودار زیر یک تابه خواهد شد با حذف بی شمار نقطه. اوکی؟ بله. شما بی شمار نقطه رو باید حذف کنی، چون یه خط آجی رو باید حذف کنی. بریم اینجا، میگه عملگر یک تابه به گونه ای است که مربع هر عدد ورودی را با خود آن جمع کرده. یعنی x توی برمان، یعنی میدی بهش، میدی به تابه، مربعش با خود عدد جمع کرده و جواب را در خروجی نمایش میده. خب و ورودی تابه در کدام بازه قرار بگیره تا مقادیر خروجی آن کمتر از 20 باشد؟ میگه میخوام مقادیر خروجی کمتر از چی باشه؟ 20 باشه. کمتر از 20 باشه. شما این سوال نامعادل است، میبینی؟ این کوچیکتر از صفر. اینو ریشه هاشو بهتون یاد دادم در رید دیگه. شما اینو تجزیهش میکنید، تجزیهش کنید میشه x به علاوه 5 در x منهای 4. یعنی یه ریشه شما منفی 5، یه ریشه شما برابر با چنده؟ 4. میگه در چه بازی کوچکتر از صفر است؟ کوچکتر از صفر است، کوچکتر از صفر اینجا بین منفی 4 تا 5. تمام شد. حله؟ بله. میگه اگر عرض مستطیلی را از نصف طول آن دو واحد کمتر باشد، نگاه کن، عرض از طول دو واحد کمتر، این x منهای 2، محیط مستطیل بر حسب تابعی از طول، محیط مستطیل میشه دو برابر طول به علاوه عرض، میشه 2x منهای 2، یه ضرب در 2 هم داریم، میشه چی؟ میشه 4x منهای 4. بله؟ بله. محیط بر حسب x دیگه بهش میگیم پی x، چون فقط x داریم اونجا، 4x منهای 4. درست شد؟ بله. مشکلی نیست؟ مشکلش چیه که ما به جواب نرسیم؟ استاد این قسمت گفته از نصف طول آن دو واحد کمتر باشد، یعنی یک دومش منهای دو بود. اصلا باید اینو بنویسم x دوم، درست؟ بله. اینجا هم x دوم، این هم ضرب بشه میشه 2x به علاوه یک میشه 3x. 3x منهای 4 اگر اشتباه نکنم. اوکی. بله. این شما یکی رو طول میذاریم، یکی هم بر حسب طول. 26. 26 دوستان فکر کردن راجبش؟ بله. ولی بچه جواب. بچه 26 گزینه بگید ببینم. بیست و شیش گزینه. استاد من گزینه 1 زدم. بقیه کلاس هستن؟ یک زدی؟ بقیه چی؟ یکی زده دو، بقیه هم زدن یک یک. میگه عرض مستطیل از سه برابر طول آن چیه؟ هفت باید کمتره، یعنی سه ایکس منهای هفت. میگه عرض از، خب من چیکار میکنم؟ چون مساحت رو بر حسب کی میخواد عرض میخواد، من میام چیکار میکنم؟ میگم طول رو ما میگیم، اینجا عرض رو ما میگیریم چی؟ x.
چون عرض میخواد دیگه، چون بر حسب عرض میخواد، ما عرض میگه عرض از 3 برابر طول 7 کمتر، یعنی طول هم 3 برابر عرض، 7 بیشتر، درسته؟ 7 کمتره. نه، طول از عرض. این میگه بله. عرض مستطیل از 3 برابر طول 7 کمتره دیگه، درسته؟ بله. یعنی شما طول مستطیل بخوای عرضتو پیدا بکنی، کافیه طول مستطیلت رو ضرب در 3 بکنی. ببین طول ضرب در 3 منهای 7 به ما چی میده؟ عرض. حالا ما عرض رو گرفتیم چی؟ x. 7 میداریم اون طرف، x به علاوه 7 به ما 3 برابر طول رو میده، درسته؟ بله. از طول میشه چی؟ میشه x به علاوه 7 3. حالا مساحت مستطیل، مساحت میشه طول ضرب در عرض، میشه x2 به علاوه 7 x میشه گزینه. بچه این مسائل سختی هنو یاد گرفتی؟ ببینید بر حسب چی میخواد آخر اونو x میگیری. اون گفت بر حسب عرض من عرض رو x گرفتم. ببین اینجا تو 25 گفت بر حسب طول من طول رو x گرفتم. بر حسب هر کی بگه اونو x میگیرم. اون یکی رو بر حسبش پیدا میکنم. واسه یکی گفتم من طول متوجه نشدم. آقا میگه طول 3 برابر شه منهای 7 شه میشه عرض. خب عرض رو x گرفتی، جای عرض میذاری x، 7 رو میاری این طرف، میشه x به علاوه 7. 3 برابر طول x به علاوه 7، 3 رو تقسیم کن، طول میشه x به علاوه 7 سوم. حل، چون مقاومت میکنی. من متوجه نشده. چی متوجه نشده؟ من کجا شد؟ ببینید این قسمتی که داره میگه 3 برابر طولان 7 واحد کمتر، چرا اصلا این کار رو انجام بدیم؟ خب 3x منهای 7 بعد اونم ضرب در x میکنیم دیگه. این کار رو چی؟ ببینید استاد درباره اون قسمت اول داره اساس تو گوش کن، تو میگی الان ما عرض رو بگیریم x، طولم بگیریم سه، وقت 3x منهای 7. بله. اون وقت عرض اگه برابر با 5 باشه میشه 3 5 تا 15 منهای 7 میشه 8. بله. اون وقت الان عرض مستطیل شما از 3 برابر طول 7 کمتره، 3 برابر طول میشه چقدر؟ میشه 24. منهای 7 کنیم میشه چقدر؟ میشه 17. با 5 برابره؟ نه. خب دیگه تو داری اشتباه میکنی دیگه. بله. الان اگر نگاه کن x رو 2 بگیری، اینجا میتونی 2 بگیری. ببین رابطهشو فارسی بنویس مثل کاری که من کردم. میگه 3 برابر طول منهای 7 میشه عرض. هفت رو ببر اون ور که اشتباه نکنی، بنویس رابطهشو، بعد میشه صرف معادله. عرض و x میگیری. آقا چرا عرض و x میگیری؟ چون بر حسب عرض میخواد. اگه بر حسب طول میخواست چی؟ منم طول و x میگرفت. بیاییم سراغ 27 که به نظرم خیلی آسونه، چون میگه یه استوانه داریم. اینو فکر کنم اصلا توی نهم هم شاید دیده باشید. میگه دو سرش کلاهک چسبوندیم، دو تا نیم کره است که میشه یک کره. آره حجم رو میخواد، حجم کره 4/3 پی آر 3. بعد عرضم به حضور شما که حجم این یارو رو میخواد، حجم این استوانه رو میخواد، میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع، درسته؟ بله. بعد خودش داره میگه ارتفاع 8 متره. مساحت قاعده هم که پی آر 2 میشه 8 پی آر 2. 4/3 پی آر 3 بله و 8 پی آر 2 تاوشی. بله. خودش گفته شعای کف. آره نگاه کن، شعای کف میگه آره، پس میگم کلان همه رو آر بگیریم، مثلا آر کوچیک بگیر. بله.
مساحت دایره آ به عنوان تابعی از محیط بنویسید. مساحت دایره رو به عنوان چی بنویسیم؟ تابعی از محیط بنویسیم. من میگم شما فرض کنید دایره داریم به شعاع آر، مساحتت برابر با پی آر دو. الان این اس چیه؟ اس آره. چون بر حسب کی نوشتی؟ بر حسب آر نوشتی. حالا یه سوالی دارم، مگه پی برابر نیست با دو پی آر محیط قاعده؟ بله. خب تقسیم بر این دو پی بکن، آر تنها میشه، قبوله؟ بله. حالا توی این رابطه میگی اس برابر است با پی، جای آرم چی میذاری؟ پی تقسیم بر دو پی به توان دو، که اگه سادش بکنی میشه پی پی دو به روی چهار پی دو، که اگه سادش کنی میشه پی دو به روی چهار پی، چون بر حسب پیه میشه اس پی. میبینی؟ میشه پی دو بر حسب چهار پی. بچه اوکی؟ بله استاد، من یک کار دیگه کردم ولی همین جواب در اومده، دوتا رو با هم برابر گذاشتم. میشه هم مساوی بذاری ولی خب این رایل میشه دیگه، تو همه چه هم جواب میده، شما بر حسب اون به دست میاری جایگزین. اوکی مثلا برای مربع شو بریم با هم نگاه کن، مربع رو به ضلع x در نظر میگیریم، با هم نگاه کن. من اگه یه مربع داشته باشم ضلع x بشه محیط برابر با 4x، مساحت برابر با x. حالا به من بگه اس ایکس رو بگو، مساحت بر حسب ایکس میشه ایکس دو، ولی اگه بگه اس پی رو بگو بر حسب محیط بگو. میگم ببین هر ایکس برابر با پی چهارم، اس ایکس هست ایکس دو، جای ایکس میذارم پی چهارم به توان دو، میشه پی دو شونزده. متوجه شدی؟ بله استاد. حالا مثلا میاد به شما میگه پی ایکس رو بگو، میگی بر حسب ایکس پی ایکس هست 4x، ولی یه موقع هست میگه پی اس رو بگو، میگم ببین اس با ایکس دو برابره، رادیکال اس با خود ایکس برابره، میشه 4 تا جای ایکس هم میذارم رادیکال اس، یعنی پی مساحت میشه 4 رادیکال اس. قبوله؟ بله. ببین الان بتونید بچه‌هاش بازی کنید. سوال 29 میگه اگر اف رادیکال ایکس همچین چیزی باشه، اف 5 به نه اف 4 چی میشه؟ خب ما میگیم شما باید داخلت بشه 5، درسته؟ بله. 25 باید چند 25 بده که بشی اف جذر 25 5، کلا همش بعد ایکس رو کم بذارم 25 دیگه، درسته؟ اون طرف هم جای ایکس هم میذارم 25، میشه 25 من رادیکال 25 5 میشه چقدر؟ 20. یه بارم میخوام اف 4 در بیاد بعد چند بذارم؟ 16. میشه اف 4 برابر با 16 منهای 4 میشه چقدر؟ 12. حالا میگه اف 5 یعنی 20 منهای 2 تا 12 تا، میشه 20 منهای 24 میشه منفی 4، جواب گذارید. اوکی؟ بله. بریم سراغ سوال سی. میگه کدام یک از گزینه‌های زیر مربوط به ضابطه یک تابع است؟ اینا رو تو ویدیوها گفته بودن؟ من ندیدم تو ویدیوها. پس اینا بمون. آقا این دوتا بمونه تکلیف. یه سری ویدیو امروز میدم نگاه کن. نکته تست. نگاه کنید تو اون توضیح دادم اینا. اینو به عنوان تکلیف بزنید. خب آقا دامنه برد و همه نگاه که اول ویدیو باشو. فاطمه اوکی؟ آقا خوبن همه؟
یا من برد و همه دیدن یا نه؟ میگه اگه نمودار به نظیر نمایش یک تابه باشه برد کدوم؟ میگم اگه نمایش یه تابه است که 5 باید با این برابر باشه. دو آ برابر با 4 باشه، یعنی آ برابر با 2 باشه. دیگه بقیه شون هم اوکی هن دیگه. یعنی آ برابر با 2. اگه آ برابر با 2 پس اینجا برابر با 2. حالا 2 و 6 میبینی؟ بی هم باید 6 باشه. پس بی هم باید 6 باشه. تمام شد. حالا میگه برد ما برد تابه کدوم هست؟ ما برد ما نیست. پایین هم جا انداختید. بی هم اینجا 4. بیام الان پیداش میکنیم دیگه. اولی که 5، بعدی دو آ به علاوه 1، دو تا 4 به علاوه 1 باز میشه 5، بعدی بی که میشه 6، بعدی آ که میشه 2، بعدی دوباره 6، آخری هم بی منهای 4، 6 منهای 4 که اونا میشه چند؟ میشه 2. عضو تکراری از مجموعه حذف میشه، 5 و 6 و 2. اینجا میگه مجموعه برد این تابه، مجموعه برد تابه فلان چند عضویه؟ مگه تابه نیست؟ میگه چرا؟ میگم پس M2 منهای 1 با این هش با M2 منهای 8 برابره. M منهای 2 با M2 منهای 8 یه طرف میشه M2 منهای M منهای 8 میشه منهای 6. ام منهای 3 ام و علاوه 2 برابر با 3، یا ام ما برابر با 3 یا ام ما منفی 2. اگه ام برابر با 3 باشه میشه 2 و 1 میشه 9 منهای 2، 7 و 1 میشه 2 و 1 میشه منفی 1 و 1. اگرم ام منفی 2 باشه میشه 2 و منفی 4، بعدی هم میشه 2 به توان 2 میشه 4 و منفی 2 میشه 2 و 1. خب دیگه تابع نیست دیگه، این که اصلا تابع نیست. دوتای اول می نویسی دیگه می فهمی تابع نیست دیگه، ادامه نمیدید. میگه مجموعه برد تابع چند عضویه؟ خب تابع بخواد باشه باید بالایی باشه که بردش یکو داره، فقط یه عضوه دیگه میبینی؟ بله تایت عضویه. جواب گزینه دو. اوکی بله، مشکلی نیست؟ همصد مشکلی. میگه تابع این از مجموعه به مجموعه این تعریف شده، برد تابر ما بگو چی میشه. خب ما میگیم آقا الان تو بخوای اینو پیداش بکنی چه اتفاقی میفته؟ بی سه به علاوه 1. اصلا من خودم رو هم اشتباه دادم، ولی اومدم دونه دونه به هر کدوم از اینا دادم نوشتم. نه راهی نداره جز این، باید همین کارو کرد. یعنی شما میگی آقا فقط باید عدد طبیعی داره دیگه، بی سه به علاوه 1 شما یک بذاری به درد نمیخوره، دو هم بذاری به درد نمیخوره، ببخشید یک بذاری به درد نمیخوره، دو بذاری به درد میخوره. دو بذاری به درد میخوره. دو بذاریم بی به توان 3 میشه 1، پس بی مونم میشه چند؟ میشه 1. بعد مثلا عرضم به حضور شما که 3 بذاریم هم نه، 4 نه، 5 نه، 6 هم بذاری نه، 7 هم بذاری نه، به درد نمیخوره. قبوله؟ بعد مثلا باز میتونی دعا رو بری، مشکلی نیست؟ نه بسید منم همه کاری کردم. حالا باز میشه دعا رو رفت دیگه. خورد خورد گزینه چند شد مبینم؟ من خودم گزینه 3، یعنی دو تا چیز به دست دادم، دو به دست آوردم. من شاید خطا دادم. یه سخت تشریح رو میفرستم اینو برای چک بکنم، ولی چون فقط باید مساوی هم بود رای نداره. میگه اگه برد تابه برابر باشه حاصل این کدوم؟ نگاه کن
من میگم برد تابع منفی 2 و 0. منفی 2 رو که داریم این باید 0 باشه، قبول داریم؟ بله. بعد 2 رادیکال 2 هم همون رادیکال 8، پس اینم هم برابر با منفی 2، این هم که 0. پس من میگم آ به توان 4 و علاوه بی به توان 4 برابر با 0. قبول داری آ 4 و بی 4 دو تا عبارت نامنفی هم؟ بله، بعد مثبت بشن. پس هم آ 0 بوده هم بی 0. بعد سی به توان 2 منهای 3 سی با منفی 2 برابره، یعنی سی به توان 2 منهای 3 سی و علاوه 2 0، یعنی یا سی 1 یا سی برابره با عرضم به حضور شما 2، همه ضرایب 0. حالا بریم با هم دیگه سراغ چک کردن اون چیزی که داره میگه دیگه. یه رادیکال آ داریم، چنین که ایچی پرید 0 2 0. دو سی رو میخوایم حساب بکنیم، دو سی یا 2 میشه یا 4 میشه دیگه، 2 برابر یا 2 میشه یا 4 میشه. بله بله. اگه تابع باشه 3 دادی منفی 4 داده، 3 دادی باید منفی 4 بشه، یعنی آی منهای 1 برابر است با منفی 4، پس آ برابر با منفی 0. جایگذاری بکنی میشه 5 و 5 و 6، 3 و منفی 4، منفی 5 و 0، بعد میبرم 3 و منفی 4. این هم 3 و منفی 4. گفته چند تا عدد طبیعی داریم؟ طبیعی باشه، طبیعی فقط 6 دیگه، یه دونه داریم. بچه اوکی؟ میگه دامنه تابع اف دی اف و دامنه تابع جی دی جی است. دی اف منهای دی جی چند عدد سعی؟ ببین دی اف اینا همه دیدن دیگه، دی اف سایه رو محور ایکس دیاره، بله، از منفی 2 تا 5 بسته است. دی جی منفی 3 رو داره، منفی 1 1 2 3. دی اف منهای دی جی، شما یا گفته چند عدد صحیح رو داریم، میگیم دی اف منهای دی جی منفی 2ش میمونه ولی منفی 1ش میپره، چون این منفی 1 رو داره خط میزنه. بعد عرضم به حضور شما که صفرم میمونه، صفرم میمونه ولی بعد 1 2 اینا هم خط میخورن، بعد 4 و 5 هم میمونه. میمونه. چند تا عدد طبیعی داریم؟ 4 تا عدد طبیعی. اوکی، مشکلی نیست. بچه ها خوبن. میگه دامنه کدام تابع زیر مجموعه برد آن است؟ شما دامنه اولیه رو حساب میکنید، منفی 1 تا 3، بردش هم 0 تا 3. میبینی؟ بله. آیا دامنه زیر مجموعه برده؟ نه، دامنه خودش تیکه منفی هم داره که برد اونو نگیره. دامنه چیه؟ 0 تا 2. برد چیه؟ از 0 تا 4. پس دامنه زیر مجموعه برد هست. هست اینجا هست. قبوله. اینجا دامنه چیه؟ اینجا میگه از 0 تا 4، ولی برد 0 تا 2. ببین تو بالایی دامنه زیر مجموعه برد بود، اینجا برد زیر برد زیر مجموعه دامنه. این هم بخوای ما بگی دامنه ما از منفی 1 تا 1، اما بردمون از منفی 1 باز تا 1 باز، برای همین دامنه زیر مجموعه برد نیست، این برده که زیر مجموعه دامنه است. یاد گرفتن همه؟ بله استاد.
بریم سراغ 8. میگه اگر دامنه تابع شامل n عدد صحیح و برد آن m عدد طبیعی باشد، دامنه میگه n تا صحیح داره. خب دامنه رو بیاییم با هم دیگه، دامنه منفی 7 داره، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3 رو داره، منفی 2 نیست، منفی 1 هست، بعد 0 هست، بعد 1 هست، 2 هم هست، درسته؟ بله. مشکلی نیست. ناست. سه نیست. چهار، پنج، شیم، هفت هم هست. سالی هشت دیگه تو خالیه نیست. بله. مشکل نداره کسی؟ ناست. کسی نداره. تو اینجا دامنه تابع کدوم؟ دامنه رو میخوای بگی؟ شما میگی دامنه اینجا از منفی 3 باز هست تا ببین هست 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 تا 5، درسته؟ بله. یه بسته هم هست. برد این تابه کجا؟ از منفی 2 میاد دو. این دو بسته قبول داری یا نه؟ صفر هم هست چون اینجا باعث میشه که این صفرت هایلایت بشه. قبول بله. میگه آبی به ترتیب دامنه و برد تابع اف هم مجموعه بی منهای آ. آ دامنه است، بی برده. آ دامنه است، دامنه از منفی 1 بسته تا 4 بسته است، برد هم از منفی 5 بسته تا 4 بسته است. حالا برد منهای دامنه یعنی منفی 5 تا 4 منهای منفی 1 تا 4. شما قید منفی 1 تا 4ش رو میزنی، منفی 5 تا منفی 1ش برات میمونه. البته منفی 1 که بازه، باز باشه، کار کردیم دیگه با هم. بله. اینجا منفی 5، اینجا 4، منفی 5 تا 4 این بازه بیه، بازه آ منفی 1 تا 4 آ. خب شما میگه آ این تیکه ای که میبریم این تیکه برای ما میمانه، اینجا که خالیه اینم پره. بله. بله. داده بودم بازم ویدیو ببینید. اصلا تا 17 بود، دقیقا تا 17 بود ولی دیگه نبود. برای محاسبه مثلا مقدار تابع گفته بودم ویدیو ببینید یا نه؟ ببینید آخرین ویدیویی که دیدیم درباره این بود که مثلا اف ایکس یه رادیکال باشه، ما مثلا حدود کارو حدود ایکس رو مشخص کنیم، تو همچین سوالایی بود. محاسبه مقدار نبود که مثلا اف ایکس رو به شما بده، مثلا اف دو رو بخواد از شما؟ بود استاد فکر کنم، اینطور که من یادم بود یه همچین چیزایی هم بود. بود بچه ها؟ بچه هم میگم. انواع تابع چی؟ تابع همانی مثلا؟ نه اینا نبود دیگه. آها، تابع درجه دو اینا دیگه نه؟ نه 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 استاد نه. تابع قدر مطلق اینا بود. چرا تابع قدر مطلقی هم داشت؟ چرا دیگه تابع قدر مطلقی بود دیگه، مثلا این رادیکالی هاش هم بود. مومینا برای شما فرستاده بودم؟ نه آخرین بار خودتون تو گروه فرستادی دوستا. تو گروه پیام بده بیاد برای ببینم. چند لحظه پس من بعد فیلتر شکنم بشه. تو گروه پیام بده بیاد دارم. استاد اون سوالاتی که جلسه قبلم فرستادید پاسخنامه‌اش اگر لطف کنید. جلسه قبل سوال دادم بهتون.
ببینم سوالش رو بفرست تو گروه ببینم کدوم سوال بود. از 10 بهتون گفتم ببینید تا 17. یه لحظه بچه بایستیم ببینم آخرین ویدیویی که آره تابر، یعنی فکر کنم همش رو گفتم. دامنه و برد. بچه ها بچه ها بیدون بیا 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 آقا اینو تا جای خوبی گفتم. خب یعنی بکنم الان مغزتون باز هست دامنه رو که چرا زیر رادیکال باید مثبت بشه و اینا رو گفتم. چرا اینا رو ندادم ویدیو بشو بگم. خب برای مقدار تابه، مقدار تابه رو بدی. این که مثلا بچه ها یه اف ایکس و یه چیزی میده بعد مثلا میگه اف پنج چنده اف ده چنده، اینو دیدن همه؟ آره اینو میخوام با هم دیگه بریم امروز و انواع تابر. خباک آقا بذار یه آنتراکی بریم به نظرم، یا آنتراکی بریم بعد برگردیم. من ماشین بودن تابر رو بحث میکنم که اف مثلا دور اف ایکس رو میده اف پنج رو میخواد، اینو روی صحبت میکنم. یه سوال جلسه آخر، نه 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 هفته بعد داریم کلاس، هفته بعد کلاس داریم. بعد عرضم به حضور شما که بعد میرم سراغ انواع تابر. آره تو تایم بعدی یه ذره روی اینا ما نور میدیم با هم دیگه. این یه تعدادی اینا رو حل میکنیم که حالا شما اینا رو بدونید کلن صورت کلی اینجوری فکر کنم خوب باشه. خب اوکی اینجوری فکر کنم خوب باشه. یه سوال، کیا الان تو مدرسه بزنیم بپرسیم کیا الان تو مدرسه آنالیز ترکیبی هم الان میگم کیا تو مدرسه الان آنالیز ترکیبی هم؟ مبینا دیگه؟ یعنی منظورم فصل شیش هم کیا فصل شیش هم؟ خب بچه ها برای حل میگم بهتون چیکار میکنم.
باش. ولی ما هفته بعدم کلاس داریم. آقا بریم یه آنتراکی، بریم یه آنتراک.